یاد شهید سرفراز مقاومت ایران محمد حسین نقدی در سالگرد شهادتش گرامی باد. 25 اسفند 1371. 25 اسفند 1371 شهید سرفراز مقاومت ایران محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، هنگامی که عازم دفتر کارش در روم بود مورد تهاجم تروریست های رژیم آخوندی قرار گرفت و به شهادت رسید. محمد حسین نقدی در 5 فروردین ماه 1330 در یزد متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به شیراز رفت و در رشته زمینشناسی دانشگاه شیراز به تحصیلات خود ادامه داد. در دوران دانشجویی او چندین بار به خاطر اعتراضات دانشجویی دستگیر و زندانی شد. او در تیر ماه 1360 به عنوان کاردار سفارت رژیم در ایتالیا منصوب شد، اما 8 ماه بعد، یعنی در اسفند 1360، زمانی که خمینی با حذف آخرین قطرات آزادی چهره ضد بشری خود را عیان کرد، شهید نقدی سفارت رژیم را ترک کرد و به صفوف مقاومت ایران پیوست و فعالیت خود را به عنوان عضو هیئت نمایندگی شورای ملی مقاومت در ایتالیا شروع کرد و سال 1363 نماینده مسئول شورا در این کشور شد. آخرین مورد بر زمین ریختن خون پاک شهید سرفراز آزادی و مقاومت ایران محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیاست. شهید والایی که بیش از یک دهه تمام هستی خودش رو نثار آزادی خلق و میهنش کرد و شهادت اون دنیای رو تکون داد و علیه دشمن ضد بشر برانگیخت. شهید نقدی در سال 1360 کارداری و سفارت رژیم در ایتالیا رو برای پیوستن به مقاومت رها کرد و با سخت کوشی بسیار و مجاهدت پیگیر در جبهه سیاسی و بین المللی مقاومت ایران رو در ایتالیا نمایندگی کرد و در این مسیر پر افتخار سرانجام به قول خودش عهد و پیمانش با مسعود رو با خونش مهر کرد و با جاودان فروغ‌ها و دیگر مرواریدهای پرفروغ آزادی یگانه شد. درباره آلترناتیو و گرامی داشت یاد شهید سرفراز محمد حسین نقدی. اجلاس شورای ملی مقاومت ایران مسعود رجوی، 1 شهریور 1372. علاوه بر
شهید نقدی، صندلی آقای باقرزاده شهید بزرگوارمون و همچنین کاظم خالی مونده به نشانه نه 3 تا بلکه 300 تا، 3000 تا، 30000 تا و 100000 شهید همین مقاومت. همه شهدا، قهرمان ها و جاودان فروخ هایی که این مقاومت رو روی دوش و روی امواج خون خودشون حمل کردند. به مناسبت شهید سرفرازمون نقدی میگم که این 12 سال رو در یک کلمه، در کلمه عشق و دوست داشتن میشود خلاصه کرد. اون روی همه رنج و رزمها و 7 دریای خون چیزی جز عشق به مردم و میهن و دوست داشتن اونها به معنای اخص کلمه نبوده و نیست. کلمه دوست داشتن و عشق رو به معانی بسیار در فرهنگ‌های متفاوت به کار می‌برند. اما برای مقاومت ایران بعد از 12 سال مبارزه قهرآمیز، مسلحانه، انقلابی، مستقل، دموکراتیک و مردمی، این معناش چیز دیگری است. در فرهنگ این مقاومت دوست داشتن معادل نثار کردن، پرداختن، مایه گذاشتن از همه چیز، جنگیدن با سر و فرو گذار نکردن از همه چیزه. ما در حقیقت درگیر یک نبرد تمام عیار سیاسی، نظامی، بین المللی، تبلیغاتی شده ایم و هممونم خوب میدونیم که این شورا بود و فقط این شورا. کاش که اینطور نمی بود. کاش در عالم واقع با پرداخت بهای دعاوی جایگزین های دیگری هم می بودن. کاش در صحنه نیروهای دیگری هم می بودن. کاش که از ما خیلی قوی تر می بودن، از ما خیلی بیشتر حاضر بودن بهای صلح، بهای آزادی، بهای استقلال رو بپردازن. در این صورت چقدر خوب. کاش زی صلاح تر می بودن. وظیفه‌مون بود که در مقابلشون زانو بزنیم. وظیفه‌مون بود که باهاشون یکی بشیم. وظیفه‌مون بود که نقاط اختلاف رو کنار بذاریم و روی وحدت‌ها تأکید بکنیم. اما این جایگزین بود و رژیمی قهار وحشی که حتی وقتی مدعی میشد که به قول خودش در عملیات مرصاد جلو پیشروی ارتش آزادبخش رو بسته، ما رو شکست داده به قول خودش و نگذاشته بیایم سرنگونش کنیم، وقتی خودش روزه مرصاد میخوند باز هم بسش نبود، برمیگشت و دستور قتل عام همه زندانیان سیاسی ما رو میداد. اگر اجازه بدین قبل از شروع بحثامون به یاد شهید نقدی که حقا جاش خالی است، یک دقیقه سکوت اعلام کنیم و خاطرش رو گرامی بداریم.
بفهم. من فکر میکنم همه با هم در این احساس که باید گفت احساسی سوزنده است، سهیم و شریک هستیم و اون خالی بودن جای شهید سرفرازمون محمد حسین نقدی است. باور کردنش فکر میکنم برای همه مشکلی که از اجلاس قبلی تا به حال چنین یار، همرزم، همسنگر و رفیق و برادر پاکبازی رو از دست داده باشیم. انگار هنوز صدای خندش و استدلالات یه گاه پر التهاب می کرد در فضا موج بزنه. یکی از رفقا گفت که خونه نو مبارک. واقعا که در همین خونه نو و خونه های نو بعدی که انشالله در مسیر مقاومت هست جای این شهدا خالی است و به همین دلیل علاوه بر شهید نقدی صندلی آقای باقرزاده شهید بزرگوارمون و همچنین کاظم خالی مونده به نشانه نه 3 تا بلکه 300 تا 3000 تا 30000 تا و 100000 شهید همین مقاومت. همه شهدا، قهرمان‌ها و جاودان فروغ‌هایی که این مقاومت رو روی دوش و روی امواج خون خودشون حمل کردند. اگر محل اجلاسیه شورا جا و ظرفیت می‌داشت می‌باید که جای همه اونها رو با تصاویرشون خالی میگذاشتیم و بیاد میآوردیم. اما واقعیت این است که سراسر خاک ایران امروز جای اونها، رد پای اونها و آثار قدم و نفسشون هست که انشالله سریعتر به نتیجه نهایی برسه. وقتی آدم وارد این نشست میشه، اگرچه نخستین جلسه است بعد از گسترش شورا که خود اون شهید اونقدر مصرانه دربارش در آخرین نشست حرف میزد، اما این جای خالی خیلی چشمگیر و سوزان هست. اون روز که روز وداع و خاک سپاریش بود و خیلی از اعضای شورا اونجا حضور داشتند، من خیلی دلم میخواست که میتونستم و شرایطی بود که من هم این سعادت آخرین وداع با حسین رو پیدا بکنم، ولی دورادور حدس میزدم که رفقا و برادرانی که در اونجا هستند چه احساس و چه حالی دارن. وقتی که آدم چنین یار و همسنگری رو از دست میده، فکر میکنم احساس مشترک همه ماست که انگار قلب آدم شرحه شرحه میشه و انگاری که جگرش کباب میشه. بر همین اساس من میتونستم حال همه شما رو که اونجا بودین و همه شما رو که خبر رو شنیدین
حدس بزنم. اگر به عشق آزادی و به عشق مردم و میهنمون نبود، هر کدوم از این فقدانهای عظیم شاید که کمرمون رو کج میکرد، اما در 12 سال گذشته عادت کردیم که با همون عشق و با همون دوست داشتن مردم و میهن و با همون اصولی که شورا بر اساس اون اصول تأسیس شده، مصائب رو یکی پس از دیگری از سر بگذرونیم، تحمل کنیم، صبر صبر نیک و جمیل بیاموزیم و بعضن بنابه فرهنگ و سنت رزماوران علاوه بر تسلیت به خودمون تهنیت هم بگیم به خاطر عهدی که بهش وفا شده. یک ماه پیش سالگرد 12 شورا رو داشتیم. 30 تیر و بیانیه که به همین مناسبت شورا صادر کرد. 2 هفته پیش سالگرد مشروطه رو داشتیم و 3 روز پیش هم سالگرد کودتای 28 مرداد بود. اغلب سازمان ها و شخصیت های عضو شورا از سالهای پیش، دهه های گذشته که شورایی هم تأسیس نشده بود، دستن در کار مبارزه و فعالیت سیاسی بودند و بنابراین موضوعیتی نداره که این تاریخ پرفراز و نشیب رو من یادآوری بکنم. اما در همین 12 سالی که از تأسیس شورا میگذره، همه ما شاهد بودیم و همه ما روز به روز و ساعت به ساعتش رو از سر گذرونده بودیم که تا کجا مملو بود از درد، رنج، خون و صبر و تحمل برای تمام مردم و طبعا برای شورای ملی مقاومت به مثابه پرچم‌دار مبارزه برای آزادی و استقلال در این مقطع تاریخی. به دلایل واضح دشمن ضد بشری این امکان را از ما سلب کرده که بتونیم در داخل خاک وطنمون اجلاس شورا رو برگزار کنیم، الا اینکه اون رو سرنگون، آلترناتیو دموکراتیک رو مستقر و بعد با به اهتزاز در آمدن پرچم آزادی اجلاسیه شورا رو در درون خاک خودمون و در میان مردم خودمون برگزار بکنیم. به نظر من به مناسبت شهید سرفرازمون نقدی میگم که این 12 سال رو در یک کلمه، در کلمه عشق و دوست داشتن می شود خلاصه کرد. اون روی همه رنج و رزمها و 7 دریای خون چیزی جز عشق به مردم و میهن و دوست داشتن اونها به معنای اخص کلمه نبوده و نیست. کلمه دوست داشتن و عشق رو به معانی بسیار در فرهنگ‌های متفاوت به کار می‌برند. اما برای مقاومت ایران بعد از 12 سال مبارزه قهرآمیز، مسلحانه، انقلابی، مستقل، دموکراتیک و مردمی این معناش چیز دیگری است.
در فرهنگ این مقاومت دوست داشتن معادل نثار کردن، پرداختن، مایه گذاشتن از همه چیز، جنگیدن با سر و فروگذار نکردن از همه چیزه. من یادم هست در بهمن ماه سال 60، 19 بهمن، وقتی که خبر شهادت اشرف و موسی و مجاهدینی که با اونها بودند منتشر شد، همه اعضای شورا به سختی روی پای خودشون از فرط ناراحتی بند می شدند. چهره هایی رو که هیچ وقت گریان ندیده بودم به شدت اندوهگین و دردمند می نمودند، زیرا که فقدان جگرسوزی بود و من می باید که رفقای خودم رو تسلی می دادم. پیوسته چنین بوده تا آخرین شهیدی که مستقیما از توی جلسه شورا در خاک و خون غلتیده، یعنی شهید نقدی و تک تک شهدایی که اونها رو میشناسیم و برادران و رفقایی مثل ابوذر و حسن حبیبی که هر کدوم سرمایه‌ای، ودیعه‌ای و گنجینه‌ای بودند. دوست داشتن و عشق ورزیدن به آزادی، به خلق، به مردم، به میهن و به اصول دموکراتیک در لفظ البته چیز ساده است، ولی در عمل قدم به قدمش در این سالهای سیاه خفقان، در سالهای خمینی آمیخته است با نثار کردن، فدیه دادن. در فرهنگ ما عشق مادری به این دلیل مقدسه که پرداختش هرچه بیشتر یک جانبه تر و بدون چشم داشته. اگر این در چارچوب غرایز مادری است، خوشا که مقاومت ایران تونست این رو در اوج اختیار و آگاهی با یک نسل صد هزاران و سردارانی از اون قبیل که الان صندلی هاشون در اجلاس شورا خالی است، اون رو به اوج برسونه. میشه از دور یا با لفظ راجع به آزادی، راجع به استقلال، راجع به حاکمیت مردمی، راجع به صلح خیلی حرف زد، اما در عالم واقع اینا ما به ازای سرخ خونین و پر رنج و شکنجه خودشون رو میطلبند و تاریخ شاهده که این مقاومت، این شورا و این آلترناتیو از هیچ چیز در این رابطه دریغ نکرد برای اثبات همون عشق و دوست داشتنش. اگر حاضر نمی بودیم از روز اول تأسیس شورا، از روز اول مبارزه مسلحانه با رژیم خمینی که خودش ما رو به این میدون خونده بود، این نثار بکنیم، قیمت بدیم، بها بپردازیم، طبعا امروز شورایی و جایگزینی نبود که پرچم آزادگی و شرف ایران و ایرانی رو به دوش بکشه. کاش دوست داشتن اینقدر قیمت سنگینی نمی داشت، اما به هر حال اینطور مقدره. گفتم که من حدس می زدم حال همه رفقا رو، هم بعد از شنیدن خبر شهادت نقدی و هم به خصوص در
روز و لحظات وداع با جسد پاک و پاکیزش. و در همون لحظه خودم رو اینطوری قانع می کردم که قیمتیست که از قبل مصمم بودیم همگی با هم تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون بپردازیم و باید هم بپردازیم، چون در هر حال در نوردیدن این راه بدون فدیه ها و قربانی ها امکان پذیر نیست. خیلی گزنده است ولی چاره جز این نیست و از قضا همین معیار و محکی است که مردم هم خوب تشخیص میدن چه کسی حرف میزنه و فقط لفاظی میکنه و چه کسی حاضر به پرداخت قیمت دعاویش هست. فکر میکنم در طول این سالیانی که گذشت این اولین پابرجاترین و دائمیترین خصوصیت شورای ملی مقاومت ایران بوده و به همین دلیل هم تونسته بر همه توطئه ها، بحران ها، تنش ها، مسائل و معضلات فائق بیاد. چون هر یک از ما به خوبی میدونه که حتی نفس اجتماع شورا ملازم است با حل و فصل انبوهی مسائل و قبول انواع ریسک ها. ولی چه باک، ما مصممیم که کارمون رو تا آخر پیش ببریم و اگر این مقاومت خصیصه ستودنی است به همین دلیل هم رزماوران آزادی در عین درد جگرسوزشون به یک دیگر تهنیت هم از این بابت میگویند. در این سالهایی که گذشت و همه از نزدیک همه روزها و ساعاتش رو تجربه کردیم، شاهد چه آزمایشات بزرگی بودیم. همه ما به خوبی میدونیم که ترکیب امروزی شورا صرفا مال بعد از 30 خرداد سال 60 یا 30 تیر نیست، اگرچه اطلاعیه رسمی تأسیس شورا رو در 30 تیر سال 60 دادیم. اغلب همین اعضا، همین سازمان ها و همین شخصیت ها از فردای خمینی با هم در ضدیت با ارتجاع و دیکتاتوری هم قدم و همسو بودن. یا می باید ما هم می پذیرفتیم که در جاده ننگ و سازه شرکت کنیم و یا می باید در سیاه ترین دوران تاریخ ایران خلقمون رو نمایندگی می کردیم، شرف و عزت و آبروشون. و البته این حداقل وظیفه ما بود، ولو اینکه صدها بار بیشتر از این هم لازم باشه که فدیه و نثار بکنیم. این خونهای بزرگ و گرامی گواه پاکبازی، پاکباختگی و حقانیت این مقاومت و سربلندیشه. طبعا تلاش خواهیم کرد که به دشمن بیشتر ضربه بزنیم، کمتر ضربه بخوریم. طبعا تلاش خواهیم کرد که راه هر گونه ضربه زدن دشمن رو ببندیم. اما در این حال چون هیچ کس نوآموز و تازه کار نیست، خوب میدونه که دست آخر باید قیمت رو داد. و ما از این روی گردان نبودیم و در آینده هم نخواهیم. همین خونها، رنجها، فداکاریها، چه در داخل ایران، خارج ایران، منطقه مرزی هست که هم این مقاومت رو در
سخت‌ترین شرایط و مقاطع. بهش این عزم جزم رو داده که از توی خطرناکترین گردآب‌های سیاسی سالم بیرون بیاد و هم باعث اعتلاء روزافزون و مضاعفه شده. امروز آنچنان که در سطح بین‌المللی هم گواهی می‌دهند، ما با یک آلترناتیو سیاسی جدی، با یک جایگزین منحصر به فرد سیاسی، با یک بال نظامی قدرتمند مواجهیم که پشتیبانی میشه توسط خیزش‌های اجتماعی داخل وطنش و تونسته در ابعاد بین‌المللی هم تا حدود بسیار زیادی خودش رو به رسمیت بشناسونه. بنابراین این سه شهید از میان 100,000 شهید که مستقیماً از توی اجلاس شورا به سمت سرنوشت تابناکشون شتابان رفتند، معنی رمزگونه و سمبولیکی برای ما داره و به همین مناسبت به گرامی داشته خاطرشون نشستیم. یادتون هست که در سالهای اول حکومت خمینی نعره‌های ضد امپریالیستی رژیم و پاسدارانش و جریان‌های سیاسی که از اونها دفاع می‌کردند چه آزمایش واقعاً خطیر بود. یاد شهید بزرگ دیگری از این مقاومت، شهید پاک نژاد بخیر و مبارزاتش در اون ایام. کاش که در اون بحبوحه فرصت می بود که بتوانیم شکری رو سالم داشته باشیم. اما در نخستین قدم تأسیس شورا چنین سرداری رو هم از دست دادیم و دشمن ضد بشری در منتهای دناعت شکری رو از ما گرفت. رسیدیم به 30 خرداد و اون سرکوب خونین، بعد تأسیس شورا، بعد تا سالها استحاله‌گران و میان بازان به پروپامون میپیچیدن. کسانی هم که به امید پیروزی سهل و آسون و شراکت در اون لابد آمده بودند کناره گرفتند یا کاری کردند که همین شورا به اتفاق آرا مجبور شد باهشون مرزبندی بکن. در همه این سالها جنگ ضد میهنی رو داشتیم که باز هم این مقاومت تلسمش رو در هم شکست و بعد تأسیس ارتش آزادی بخش و بعد جریان آتش بس، عملیات فروغ جاویدان، بحران خلیج فارس، روی کار آمدن رفسنجانی بعد از مرگ خمینی، مجدداً مانورهای استحاله، داعیه و دعوی بازگشت ایرانیان به داخل کشور البته زیر قبای رژیم. فکر می‌کنم هیچ مقطعی، هیچ روزی نبوده که موضوعی در کار نباشه. ما در حقیقت از 12 سال پیش درگیر یک نبرد تمام عیار سیاسی، نظامی، بین المللی، تبلیغاتی شده ایم و هممون هم خوب میدونیم که این شورا بود و فقط این شورا. کاش که اینطور نمی بود. کاش در عالم واقع با پرداخت بهای دعاوی جایگزین های دیگری هم می بودن. کاش در صحنه نیروهای دیگری هم می بودن. کاش که از ما خیلی قوی تر می بودن. از ما خیلی بیشتر
حاضر بودن بهای صلح، بهای آزادی، بهای استقلال رو بپردازن. در این صورت چقدر خوب. کاش زی صلاح‌تر می بودن. وظیفه‌مون بود که در مقابلشون زانو بزنیم. وظیفه‌مون بود که باهاشون یکی بشیم. وظیفه‌مون بود که نقاط اختلاف رو کنار بذاریم و روی وحدت‌ها تأکید بکنیم. کاری که در درون خود شورا همه اعضاش کردن. اما این جایگزین بود بر رژیمی قهار وحشی که حتی وقتی مدعی میشد که به قول خودش در عملیات مرصاد جلو پیشروی ارتش آزادبخش رو بسته، ما رو شکست داده به قول خودش و نگذاشته بیایم سرنگونش کنیم، وقتی خودش روزه مرصاد میخوند باز هم بسش نبود، برمیگشت و دستور قتل عام همه زندانیان سیاسی ما رو میداد. این مال وقتی بود که تازه به قول خودش جشن گرفته بود که پیروز شده، هر سال هم میگیره. وای به وقتی که احساس ضعف میکرد و میکنه، که هم دیدیم از شروع درگیری های نظامی بعد از 30 خرداد تا واکنش رژیم در برابر خیزش‌های اجتماعی و اعتراضات و مقاومت مردمی. در این سالها شورا در تمامیتش، اعضایش تک به تک سازمان‌ها و شخصیت‌های عضو، تا بخواهیم ملامت، نکوهش، ناسزا و برچسب تحمل کردند. اما علی‌رغم تمام ضربات نظامی، توطئه‌های تروریستی دشمن و هم دستی‌های ازداد و همه فشارهای عرصه سیاسی، دیدیم که خوشبختانه اگر کوه‌ها از جای خودشون تکان خورده باشند، این مقاومت و این شورا از جای خودش تکون نخورده و همین دقیقاً رمز ماندگاری و پایداریشه، همین برگ زرین تاریخ معاصر ایرانه. در نشستای ارتش آزادبخش من به کرات هر وقت فرصت پیش آمده گفتم که من نمیدونم که انهای ما پیروز میشیم یا شکست میخوریم. خدا به ما چنین تعهدی رو نداده، اگرچه باید منتهای تلاش خودمون رو بکنیم تا اونجا که به ما مربوطه سر سوزنی هم کم مایه نگذاریم و همه شرایط پیروزی رو فراهم کنیم، اهم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، بین‌المللی، تشکیلاتی، ایدئولوژیکی، هرچی. هر کس به سهم خودش، هر کس در چارچوب خودش، تا اونجا که مربوط به ماست، تا ببینیم حکم تاریخ چیست. البته خیلی عوامل حاکی از پیروزی است، یعنی اغلب عوامل، اما از اونجایی که نمیخوایم سیاستمدارانه خودمون رو به چیزی راضی بکنیم، سیاستمدارانه توی گیومه به معنی وعده سیاسی، خب واقعیت همینه. ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، بعد ببینیم که چه پیش خواهد آمد. انشالله اگر شایستگی پیروزی رو داشته باشیم چه بهتر. اما حتی اگر به فرض محال دفتر مقاومت در همین جا بسته بشه، همچنان که دفتر مصدق بسته شد، همچنان که دفتر مجاهدین صدر مشروطه بسته شد، ما میباید سرفراز و روسفید باشیم، چون همه میدونیم که کسی که مطالعه میکنه سرگذشت پیشوامون مصدق رو، شکست خیلی تحت و شعاعه. اون چه درخشانه، اون مقاومت، استواری و پایداریش روی اصولش هست و کوتاه نیامدن از اونها، و از همون جاست که طبعا همه ما، همه جنبش ملی، انقلابی، دموکراتیک جوشیده. راستی که اگر در تاریخ معاصر ایران مصدق نبود، اصلا ما به چی می‌نازیدیم؟
طبعا از زیر بوته که عمل نیومدیم. نیای تاریخی ماست. سعی کردیم از 28 مرداد به بعد اونچه رو که اون بزرگوار فاقدش بود یا شرایط عینیش براش فراهم نبود، مثل سلاح، مثل سازمان، تشکیلات، ارتش منظم، یک آلترناتیو همگون سیاسی، اینها رو داشته باشیم. انشالله که نهایتاً این جایگزین پیروز بشه. اما حتی اگر هم تقدیر و سرنوشت غیر از این باشه، ما میبایست در ادامه راه مصدق سنت خودمون رو حفظ بکنیم، گرامی بداریم، اعتلا بدیم. و این هم امکان پذیر نیست مگر قیام کردن با آن چیزی که باید و این عشق و دوست داشتن آزادی و خلق و میهن رو در بوته آزمایش به اثبات رسوندن. در بیانیه اخیر شورا که مورد تصویب قرار گرفت، به حق تأکید شده بود روی بیپایگی رژیم، روی بیآیندگی رژیم، روی بیثباتی رژیم، روی از دور خارج شدن همه توهمات و قصه پردازی های مربوط به استحاله. این شورا که از قبل این حرفا رو میزد به مدت 12 سال یا در هر مورد که پیش می آمد در سالهای گذشته، حالا بقیه هستند که به حقانیت موازی این شورا و تزلزل ناپذیریش پی می برند. حقیقت اینه که اگر آدم مشی و آرمان رو که انتخاب کرده باشه، به واقع دوست داشته باشه و نسبت بهش عشق ببرزه، راه درست و راه آری از اعوجاج و انحراف رو پیدا خواهد کرد. و خوشبختانه تا امروز در مورد این شورا همین به اثبات رسید. بعد دیدیم که آثار زهر آتش بس بارز شد. اون روز که شورا تصمیم می گرفت که برای پایه‌گذاری ارتش آزادی بخش مسئولش رو به اینجا بفرسته، بیرون از این شورا خب همه مملو و از تردید و ابهام بودن یا گمان می‌کردند که این ما هستیم که در این مسیر خواهیم سوخت. الان 6-7 سال گذشته و ثابت شد که از قضا تنها طرفی که سوختنی نیست تا اینجاش همین جایگزینه و همین مقاومته، که مقاومت رو نه به عنوان یک زیور، به عنوان یک فرم، به عنوان یک لفظ و به عنوان یک آرایش و پیرایش انتخاب کرده، بلکه دقیقا از بن استخونش این در میاد. و حالا هرچه که زمان پیش میره میبینیم که این شورا به عنوان تنها جایگزینه ملی و مردمی اعتبار بیش و بیشتر پیدا میکنه، چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. البته وقتی که مشکلات حل میشن، معضلات به کنار میروند، معماها حل میشه، ساده مینماید، ولی ما تک تک ما که در این سالیان همه از نزدیک دست در آتش داشتیم، خوب میدونیم و جلومون هست جاهای خالی نقدی، شکری، باقرزاده، کاظم، ابوذر، حبیبی و و و. یکصد هزار شهید آزادی دیگه. بنابراین در اعماق که نگاه کنیم
از خصلت ماندگاری و بازسازی شورا این برمیاد که تا حدودی تلاش کرده و تلاش میکنه که جاهای خالی رفقا و برادران و رزمندگان و عیدش رو پر بکنه. بگذاریم که در نبرد آخرین که نقدی همیشه خواستار حضور درش بود، همه اونها رو باز خواهیم یافت و اونها برای ما به مثابه راهگشا و پشتیبان عمل خواهند کرد. نکته بسیار پرمعنای است این که آخرین صحبت‌های نقدی در جلسه شورا، چنان که همه یادتون هست، راجع به گسترش شورا بود. انگار هر سرباز و سرداری که از ما به زمین میفته پیشا پیش این پیام رو میده که دیگرانی ده چندان و صد چندان سلاحش رو بردارن و جاش رو پر بکنن. با همین ایقان به ادامه راه و پر کردن راه شهیدان سرفراز و بزرگوارمون هست که من میخوام خواهش کنم به رسم و به سنت رزماوران آزادی، علاوه بر یک دقیقه سکوتی که در ابتدا اعلام کردیم، در انتها به یاد همرزم و همسنگر شهیدمون یک دقیقه کف بزنیم. راز سرفرازی، نامه شهید سرفراز مقاومت ایران محمد حسین نقدی به مسعود رجوی. مجاهد خلق مسعود رجوی: کاش اجازه می دادی که خون من نیز این سعادت را بیابد، تا در خون هزاران هم رزم دیگرت در هم آمیزد و در پای ریزی آن شادی ها به کار گرفته شود. یقین دارم که می دانی این درخواست من از روی خستگی یا بدتر از آن بریدگی نیست. با این حال می خواهم بار دیگر با تو تجدید عهد کنم، تا خمینی هست و تا مقاومت انقلابی من به پیروزی نهایی نرسیده است، به عنوان یک سرباز و سرباز انقلاب در خدمت مقاومت انقلابی و رهبری آن خواهم بود. هر جا که تو مصلحت بدانی و آنگونه که تو فرمان بدهی، در نهایت انضباط و بی هیچ اما و اگر. فروغ جاویدانت ایمان مرا به شایستگی تو برای رهبری انقلاب من صدچندان کرده است. ایمانی که طی سالها و با آگاهی تمام شکل گرفته و قبل از فروغ جاویدان هم خلل ناپذیر بوده است. ضربه همه جانبه ای که اختاپوس ضد انقلاب از فروغ دریافت آنچنان شدید بود که امروز می شود بی تردید
آن را لحظه درخشان تأیید و تأکید صلاحیت رهبری انقلاب و صحت خط و استراتژی انقلابی مقاومت دانست. مرگ بر خمینی، درود بر رجوی، سلام بر آزادی. روم، 21 مارس، محمد حسین نقدی. سلسله عملیات پیروزمند شهید محمد حسین نقدی. از پای درآمدن بیش از 150 تن از پاسداران سرکوبگر، انهدام 7 پایگاه و مرکز تجمع مزدوران و ده ها خودروی دشمن در 6 استان. تظاهرات، حرکات و تجمعات اعتراضی و پخش بروشور و تراکت در 14 شهر. اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور. دیپلمات تروریستا و مزدوران جنایتکار حکومت خوناشام آخوندی در 25 اسفند ماه خون پاک محمد حسین نقدی، عضو و نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا را بر زمین ریختند. در پی این جنایت تروریستی، مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی برادر مجاهد مسعود رجوی در همان روز خطاب به سردمداران و دشخیمان و مزدوران رژیم تصریح نمود که حسابرسی و مقابله را به ارتش آزادی و به داخل خاک ایران زمین واگذاشته ایم. رهبر مقاومت همچنین تاکید نمود که سردمداران و دشخیمان و مزدوران بدون ذره ای تردید حساب تک تک این خونهای پاک را تا قطره آخر پس خواهند داد. و اکنون ستاد فرماندهی داخل کشور، فرماندهی عملیات نامنظم، افتخار دارد انجام چندین فقر عملیات و یک سلسله تجمعات و حرکات اعتراضی در شهرهای مختلف به همین مناسبت را به خواهر مجاهد مریم رجوی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و جانشین فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی گزارش کند و به اطلاع هممیهنان عزیز و همه رزمندگان و مشتاقان آزادی ایران زمین و پشتیبانان مقاومت ایران برساند.